چهاردهمین روز اسفند ماه برابر با 5 مارچ سال 487 خورشیدی برابر با 1109 میلادی. در گذشت سنت انسلم، فیلسوف معروف اروپایی که در کشور ایتالیا به دنیا آمد و به عنوان یک مسیحی با ایمان به فلسفه روی آورد، چرا که بر این عقیده بود که از طریق فلسفه میتواند ایمانش را بفهمد. او یکی از متفکرین دوران قرون وسطا در اروپا به شمار میرود. عمق افکار انسلم درباره وجود خداست و معتقد بود که خداوند را از راه ایمان بهتر از طریق تعقل میتوان شناخت. سال 1345 خورشیدی برابر با 1967 میلادی، در گذشت دکتر محمد مصدق که در روستای احمد آباد در اطراف تهران به دنیا آمد و از جوانی به سمت‌های وزیر دارایی، وزیر خارجه و سپس نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای ملی برگزیده شد، اما پس از آن برای مدتی از سیاست کنار گرفت. مصدق در سال 1322 بار دیگر به صحنه سیاست بازگشت و در دوره‌های 14 و 16 مجلس شورای ملی برای ملی کردن صنعت نفت ایران تلاش کرد. دکتر محمد مصدق در 29 اسفند 1329 موفق شد تا قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را به تصویب مجلس شورای ملی و سنا برساند. در همین راستا مصدق در اردیبهشت 1330 برای اجرای این قانون و خلعیت از شرکت نفت انگلیس با پیشنهاد محمد رضا شاه پهلوی نخست وزیر ایران شد. مصدق یک سال بعد به دلیل درخواست در اختیار گرفتن وزارت جنگ و عدم پذیرش آن توسط پادشاه بدون مشورت با کسی از مقام خود استعفا داد. شاه بلافاصله احمد قوام را به این سمت برگزید. این واقعه باعث تحریک مردم شد. بنابراین پس از درگیری‌های 30 تیر 1331 دکتر مصدق بار دیگر به سمت نخست وزیری برگزیده شد. اما پس از وقایع 28 مرداد 1332 دولت مصدق برکنار شد و او با عده‌ای از یارانش دستگیر، زندانی و پس از محاکمه به 3 سال زندان محکوم شد. مصدق پس از طی دوران محکومیت به روستای احمد آباد در غرب تهران تبعید گردید و پس از چند سال تبعید در 84 سالگی در آنجا درگذشت و در زادگاه خود به خاک سپرده شد. سال 1307 خورشیدی برابر با 1928 میلادی، مهدی اخوان ثالث در سال 1307 در طوس نو مشهد چشم به جهان گشود. از نوجوانی به شاعری روی آورد و در آغاز قالب شعر کهن را برگزید. در 20 سالگی به تهران آمد و آموزگاری را پیش نمود. اخوان چند بار به زندان افتاد و یک بار نیز به حومه کاشان تبعید شد. در سال 1333 برای دومین بار به اتهام سیاسی زندانی شد و پس از آزادی از زندان به کار در رادیو و تلویزیون پرداخت و در سال 1356 در دانشگاه‌های تهران ملی تربیت معلم به تدریس شعر سامانی و معاصر روی آورد. اخوان ثالث را پس از انقلاب در سال 1360 بدون حقوق و با محرومیت از تمامی مشاغل دولتی بازنشانده کردند. او 9 سال بعد از دنیا رفت و طبق وصیتش کالبدش را در کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپردند.